بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونواني فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سبعة لعنهم الله وكل نبي مجاب. امروز روز نهم ماه ربیع، هم روز تاجگذاری دوازدهمین حجت و امام بعد از رسول خدا، و عید بزرگی است، همونطوری که برادرمون الان بهش اشاره کرده. یه مناسبت دیگری هم دارد بر اساس روایت امام حسن عسکری، که روایت خوبی هست، عید بقر است امروز. و یک مناسبت دیگری هم دارد، امروز روز قتل عمر ابن سعد هم هست، در تاریخ ذکر شده. این مناسبت ها رو امروز داره. یک بحثی رو من خدمتتون تقدیم میکنم به مقداری که وقت اجازه میده، تقاضا میکنم عنایت بفرمایید. چهار تا عنوان ما در روایاتمون هست و در قرآن. این چهار عنوان بار منفی داره. یکی عنوان لعنه، عنوان لعن، حالا آیاتشو میخوانیم ملاحظه میفرمیم. یکی عنوان تبریه، این هم در قرآن آمده. یکی عنوان سبه، این هم تو قرآن آمده و تو روایات هم هست. و یکی هم عنوان فحشه، این هم در روایات آمده. این عناوین هر کدامش احکامی داره، هم توجه به احکامش لازمه، هم ببینیم جای اینها کجاست. واژه لعن که در قرآن آمده، اهل لغت میگوین اللعن و الطرد بطین و الابعاد عن الله. لعن ترده، یک کسی رو ترد کردن و او رو از خدا دور کردن. وقتی میگیم خدا فلانی رو لعنت بکند، یعنی دور از رحمت خدا باشه، دور از عنایت خدا باشه. این لعن رو در جای خودش، مؤمن حق نداره مؤمن رو لعن بکند، در جای خودش خدا لعن کرده، پیغمبر لعن کرده، معصوم ائمه لعن کردن، مردم هم لعن کردن، انبیاء گذشته هم لعن کردن. اولئک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، ملائکه هم لعن کرد. یه عده اصلا ملعون هم، خدای متعال رو لعن کرد، ظالم رو خدای متعال لعن کرده، علی لعنت الله علی القوم الظالمین. بعضی از افراد رو
که آیه تفسیر شده به برخی از افراد الذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. قاطع رحم رو تو روایت داره خدای متعال لعن کرده. پس خدا یه عده رو لعن کرده، این کسی نمیتونه انکار بکند لعن رو، بلکه خدای متعال حکایت میکند از زبان بعضی از انبیاش که اونها هم لعن کرده. لعن بنی اسرائیل علی لسان داوود، قرآن میفرمه داوود بنی اسرائیل لعن کرده. لعن از نظر ما بنده ها دعاست، منتها دعای علیه نه دعای لعن. وقتی میگیم خدا فلانی لعنت بکنه، این نفرینه در حقیقت به فارسی، یعنی از رحمت خدا دور میشه. پس دائره لعنت منحصر به کفار نیست. تو روایات هست اگر ظالم، کسی ظالمه مسلمانه ولی ظالمه، قرآن لعنش کرد. حالا انزل علی قوم ظالمین، یه کسی مؤمن ممکنه باشه اما قاطع رحم باشه، این ملعون. ها آیه رو تلاوت کردیم، الذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. روایت دارد که این قاطع رحمه، کسی که قاطع رحم بکنه خدای متعال لعنش کرده. پس لعن در موارد خودش یک امر جایز، بلکه چه بسا ممکنه یه مواردی لعن واجب هم باشه، فهم واجب لعن بکنه. این یک اون. یک عنوان دیگری در روایات هست، تبریست، که به غلط تبرا گفته میشه، تبریست صحیحش. تبری یعنی دوری جستن. این هم یک عنوان قرآنی است. خدای متعال در قرآن مجید براءتم من الله و رسوله، این حتما باید رسوله خونده بشه. اگر کسی رسوله بخونه این اصلا کفره. براءتم من الله و رسوله، عطف به از چیز هست اسلام، یعنی این خدای متعال و رسول من المشرکین، از مشرکین براءت بده. این تبری از کفار واجبه، تبری از کفار واجبه. یکی از فروع دین تبری است، نهم از فروع دین تبری است. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. اگر برادر انسان هم باشه، اگر دشمن خدا باشه، انسان بعدش تبری پیدا کنه، واجب هم هست. اما انسان نمیتواند از مؤمن تبری پیدا بکنه، نمیتونه. من دورم از تو، نمیشه. براءت از مؤمن جایز نیست. امیرالمومنین سلام الله علیه در یک بیانی که در نهج البلاغه سید رضی نقل کرده، اونجا میفرماید که بعد از من یک کسی بر شما مسلط خواهد شد، این آدم بعد از من سیامرکم بالسب والبراءه مني، بعد از من به شما میگوید علی رو سب بکنی و از او تبری پیدا کنی. اما السب فسبونی و اما البراء فلا تتبرؤوا منی لانی ولدت علی الفطره و سبقت علی الایمان و الهجره. لذا بعضی از بزرگان میفرمایند که اگر پای قتل هم در میون بیاد، یعنی انسان بخوان بکشن،
حق نداره طلبی از امیرالمومنین پیدا کنه، چون انسان که نمیتونه تبری از حق پیدا کنه. حالا بعد عرض کردم نظر مختلفه، مقام تقیه باشه، واقعا پای قتل باشه، همونجا هم بعضی ها زیر بار نرفتن، همونجا در مقام تقیه هم زیر بار نرفتن. به امام صادق علیه السلام این تو بحث تقیه اینو فقها ها دارن تو کتاب تقیه، تو رساله های تقیه، که از امام صادق راوی سوال میکنند آقا رجلان، دو تا مرد، اینها در مقام تقیه قرار میگیرن، یکی تقیه میکنه و جانش رو نجات میده، دیگری تقیه نمیکنه و کشته میشه، کدوم یکی از اینا بر حقه؟ حضرت میفرماد اونی که تقیه کرد فقه بلد بود، بر اساس نوازین فقه تقیه کرد دیگه و جانش رو نجات بده. اونی که تقیه نکرد، نه اینکه فقه بلد نبود، اونم فقه بلد بود، سبق الى الجنه، سبق الى الجنه. به حجره ابن عدی معاویه، عیادی معاویه گفتن از علی براعت پیدا کن، گفت محاله، گفت محاله. شش تا از رفقاش براعت پیدا کردن، نجات پیدا کرد. به حج گفتن براعت پیدا کن، گفت من براعت پیدا نمی کنم. قبرشو کندن، کفنشو گذاشتن کنار قبر، گفتن میبینی قبر رو، میبینی براعت پیدا کن، گفت براعت پیدا نمی کن. مرحوم آقای اسد محسن امین تو اعیان شیعه نقل کرده به مناسبت همین ترجمه حج، اگر ملاحظه بفرمایید، میگم پسر حجرم همراهش بود، پسرش، گفت پسر منم مناس بکشید؟ گفتن بله، گفت اول پسرم بکشید. گفتن چرا؟ یکی اومد گفت دیوانه شدی از این عیادی معاویه، بیا براعت پیدا کن جان پسرتو خودتو. گفت نه، این که من میگم پسرم رو اول بکشید برای دو جهته، یکی اینکه ممکنه من کشته بشم، پسرم کشته منو ببینه بترسه تسلیم بشه، نمیخوام پسرم تسلیم معاویه بشه، یکی. دو، میخوام پسرم برابر من تو خون دست و پا بزنه برای امیرالمومنین صبر کنه، تقیه نکنه. علیان امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد که از من تبری نجویی، لعنی ولدت تو علی الفطره، من بر فطرت اسلام متولد شدم، و سبقت تو علی ایمان و الهجرم، من از سابقین در ایمانم، اول من آمن بالله و رسول الله هستم و در هجرتم من جز سابقین هستم. پس یه مسئله مسئله براعت، یه مسئله مسئله فحشه، فحش، فحش با سب اینا چه تفاوتی میکنه؟ سب با ما در فارسی تفسیر میکنیم، میگیم دشنام. بعضی از مصادیقش هم من نگاه میکردم تو کتابهای فقهیه فقها ذکر کردن، مثلا انسان به یک کسی بگه یا فاسق، یا فاجر، یا احمق، مثلا اینا سبه دیگه، اینا نمونه های سبه. شاید یا جاهل هم از همین مصادیق باشه، مثال سب باشه. اما با تتبع به این نتیجه من رسیدم، میان سب و فحش عام خاص مطلقه، به این معنا هر سبی فحشه، اما هر فحشی سب نیست. چون لغویین میگوین که فحش هم به قول هم به عمله، اگر یک کسی کار زشتی رو انجام داد، کار زشت انجام داد، میگن این فحشاه، نمیگن فحشا، فحشا. اگر یک کسی یک کار زشتی رو انجام داد، زن رو میگن فاحشه، فاحش، فاحشه، عمل است بهش میگن فحش. كل امر قبیح من قول او فعل بهش فحش گفته میشه، ولی سب فقط با زبانه. اینکه مرحوم شیخ تو مکاسب محرم داره سباب المؤمن فسوق، سباب مؤمن به کس رسید، این فسقه، نباید انسان مؤمن رو سب بکن.
این تفاوت بین سب و فحش. از حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها یه روایت مفصلی هست، حتما آقایون دیدن، وقتی به کنیزش فزه فرمود بیار اون چیزی که مال مادر مال پدرم بوده به من رسیده، رفت و پیدا نکرد و بعد خلاصه گفت فرمود که برو پیدا کن بیار، این رو رفت پیدا کرد آورد. آخر اون روایت اینه: ان الله عز وجل لا يحب كل بذي فحاش. خدا انسان‌های دریده فحاش رو دوست نداره اصلا. مؤمن اهل فحش نیست، اهل حرف زشت نیست. خب سب، سب به مؤمن حرام قطعا، سب به مؤمن قطعا حرام، بلکه سباب المؤمن فسوق و کفر. حتی من امروز یه روایتی رو همین صبح نگاه میکردم در معان الاخبار، صدوق در معان الاخبار نقل کرده، حضرت میفرماید که قبل از اون روایت حضرت صادق میفرماید لا تصب الدهر، لا تصب الرياح، باد رو سب نکنید فانها معموره، ده رو سب نکنید فانه الله، ده خداست. چیه روزگار؟ ای روزگار بعد، ای ایام بعد، ای دهر بعد، نمیشه این. لا تصب بوده تو روایات هست این که عرض میکنه. اون وقت اونجا تو روایت از ظاهرن صدوق این روایت رو نقل میکنه باز از رسول خدا، میفرماید لا تصب الاموات، مرده ها رو صبر نکنید، ولو رفته الان حیات نداره اما صبرش نکنید، فانها تؤذی یا فانه تؤذی الاحیا، صبر مرده ها باعث میشه زنده ها رو اذیت میکنه. بعد پیغمبر خدا میفرماید مرده ها خودشون اونها افزو الی ما قدمو، به هم کاری که کردن میرسن، شما دیگه چیکار دارید اونا سب بکنید؟ از کردیم این تفاوت ها رو عنایت کردید از اول عرایز من، بحث لعن بود، لعن رو گفتیم جایزه، مواردش رو گفتیم جایزه، زیارت عاشورا از اول تا آخرش لعنه، اگه ملاحظه بفرمایید لعن است و تبری از بنی امیه و اشیاء بنی امیه، لعنه، لعن جایزه، لعن چیزیست که قرآن مجید روش تأثیر، که کسی نمیتونه از مسلمان این رو انکار بکنه. ظالم خدا لعن کرد. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر طالب به اول محمد. قرآن مجید سب کفار رو و اصنام کفار رو هم نهی کرده. ملاحظه بفرمایید، خدای متعال تو قرآن میفرماید آیه شریفه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا، نهیه، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، اون کسانی که غیر از خدا رو میخوانن اونا رو سب نکنید، اونا برمیگردن فیسوب الله آدم غیر علم. خلاصه این جمله این هست، مقدسات دیگران رو شما اگر مورد سب قرار دارید، به اونها دشنام دارید، اونا برمیگردن به مقدسات شما اهانت میکن، نه باید انسانی کار بکن. ولا تسوب دیگه از بوت بالاتر نمیشه چیزی دیگه، بوت لا تسبوا الذين يدعون من دون الله، بت رو سب نکنید، فیسبوا الله عدوا بغیر علم. اینم یه نکته. یه نکته دیگری راجع به سب من عرض بکنم، این روایت رو نصر بن مزاحم در وقعه صفین نقل کرده، میگوید امیرالمومنین سلام الله علیه یکی از روزها در جنگ صفین داشتن از برابر سپاهشون عبور میکردن، خب فرمانده هایی داشته سپاه امیرالمومنین،
میدونید حجر ابن علی فرمانده سپاه کنده بوده، کنده قبیله ای از یمنه. عمر ابن حمق خزائی یکی از فرمانده های سپاه امیرالمؤمنینه در همین جنگ صفین. اینا از اخیار اصحاب امیرالمؤمنین هستن، اینا کسانی هستن که تو اون نامه امام حسین به معاویه وقتی اینها رو به قتل رسون، اون نامه شدید اللحن امام حسین به معاویه نوشته و در اون نامه میفرماد الاستقاتل حجر ابن عدی و عمر ابن حمق، این صاحب رسول الله اینایی که بدنشون رو عبادت نحیف کرده بود، نحیف کرده بود. اینا از اخیار اصحاب پیغمبر اصحاب امیرالمؤمنین هستن. حضرت یکی از روزها دیدن که جنگ نبود، فعلا دو تا سپاه شاید مثلا قبل از ماه سفر بوده، تو ماه محرم بوده، چون سفر شهر حرام نیست، محرم شهر حرامه و امیرالمومنین سلام الله علیه تو صفین تو ماه محرم آمدن تو صفین و جنگ نکردن، سب کردن تا ماه محرم تمام بشه. شاید قبل از تمام شدن ماه محرم دیدن که حجر و عمرو ابن حمق یا یکی دیگه از اصحابشون اینا دارن با شامی ها و فرمانده های شامی ها دارن مشاجره میکنن، منازعه میکنن و اینها همدیگر رو سب میکنن، همدیگر رو سب میکنن، دارن به هم دشنام میدن. شامی ها دشنام میدن، اینها هم دشنام میدن. این عبادت حضرته. فرمود انی لا احب انی اکره ان تکونو سبابین. حالا کلمه کراهت بزلا اساتید بزرگوار تو مجلس هستن، کراهت در صدر اول معناش غیر از کراهت مصطلح امروزه، کراهت در صدر اول چه معناش حرمت بوده، معنای کراهت. الان مصطلح احکام رو به این صورت تقسیم کن. فرمودن به امیرالمومنین سلام الله علیه من دوست ندارم شما سباب باشید، چرا سب میکنید؟ شما حجت دارید، دلیل دارید، دلیلتون رو بر اونها بگید. انسانی که میتوانه حجت اقامه بکنه که سب نمیکنه که. انی اکره و انتکون و سبابی، من دوست ندارم شما سباب باشید، شما حجت دارید، حجتتون بیان بکن. بنابراین این چهار عنوان رو من نمیخوام عرض بکنم که حاصل حسنی که عرض کردم، من این چهار عنوان من به ذهنم آمد. یکی مسئله لعنه، لعن یه دائره گسترده ای داره، نه تنها کفار رو، مؤمن هم اگر ظالم باشه یا مؤمن هم اگر قاطع رحم باشه از روایات و آیات استفاده میشه، لعنش جایزه، الا لعنت الله علی القوم الظالمین، و خدا لعنت کرده، انبیا لعنت کرده، این لعن جایزه، بلکه چه بسا بعضی از موارد ممکنه لازم باشه، لازم باشه. یک مسئله، مسئله تبریه، عرض کردیم تبری از مؤمن به هیچ وجه جایز نیست، تبری از دشمنان دین لازمه. لا تتولوا قوما، قرآن میفرماید قدب الله علیهم، دوست نشید با قومی که خدا بر اونها غضب کرد. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، دشمن من و دشمنان خودتون رو اولیاء دوست نگیرید. آیات زیاده تو این زمین. تبری هم امر لازمیست، نه از مؤمن از کافر. همینجا عرض بکنیم اگر یک کسی تو روایات معتبر آمده بود ازش تبری پیدا کنید، معلوم میشه مؤمن نیست، و الا نمیگفتن تبری پیدا کنید ازش. این نشون میده که مؤمن نیست، الا تبری معنا نداره. این دوتا، یکی هم مسئله سب و فحشه. فرق میان سب و فحش رو عرض کردیم، عرض کردیم به نظر میرسه بین اینها مخاص مطلقه، هر سبی فحشه، اما هر فحشی سب نیست. فحش هم با زبانه و هم با عمله، اما سب فقط با عمل هست. این بحث رو من مطرح کردم امروز به خاطر اینکه این ایام
ایام به اصطلاح شادی روز تاجگذاری وجود مقدسه. ولی از سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. ما بدانیم حکم رو باید دانیم. شد بیشتر بحث امروز ما یه بحث فقهی بود. حکم رو بدانیم و مؤمن نبایستی اهل سب باشه. اهل لعن هستیم. یاد ما دادم که ما لعن بکنیم. لعن میکنیم طبعا اهل بیت علیهم صلوات الله. اما اهل فحش و حرف ناسزا که اینها معمولا از مقام و منزلت یک مؤمن طبعا اهل بیت این دور هست. این کلا بس. اما چون روز عید و روز تاجگذاری وجود مقدس ولی از هست، من دیگه امروز روزه نمیخونم. اجازه بدید به همین یه چند بیت شعر من جلسه رو ختم بکنم. در ایام انتظار حضرت ولی عصر هستیم. چند تا بیت راجع به حضرت ولی عصر سلام الله علیه بخونم و مجلس رو تقدیم. الا من هجرهی ام الزائل و من للواء النصر والفاتح حاملون على من يحيي شريعة جده وليس له في العالمين طلعت زیبا و روی تو هر جا روم هر جا روم دلم به هوای تو پر زند دیوانه وار زنم گرد کوی تو هر جا روم دلم به هوای تو پر زنم دیوانه وار چرخ زنم گرد کوی تو. اللهم صل على محمد و آل محمد بسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وزين الأرض بطول بقائه ومد في عمره. خدایا باران رحمتت رو بر ما نازل کن. خدایا روز جمعه است، قلم عفوت رو بر جرائم اعمال ما بکش. خدایا بیماری های بیماران رو خصوصا کسانی که مورد نظرند لباس عافیت عاجل بپوشان. حسن عاقبت به ما مرحمت بفرما. کشور ما، نظام ما، ملت ما، رهبر ما رو حفظ کن. گذشتگان از اهل اسلام، از این جمع، والدینمون، حقداران بر ما، مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی، والدینشون، امام، شهدا، همشون رو غریق رحمت بفرما. و عجل اللهم فی فرجهم.